دایی جان مطابق معمول معتقد بود دست انگلیسی ها در کاره، اما خانم عزیز سلطنه به شوهر خودش آقای دوستعلی خان شک برده بود و با تفنگ پر به او شلیک کرده. دوستعلی خان از ترس زنش به خانه دایی جان پناه برده بود و تظاهر میکرد که امیدی به زنده موندن خودش نداره. خانم عزیز سلطنه به علت ترس از رسوایی ظاهرا داستان الله وردی دیو سیرت نوکر سابق سردار مهارت خان هندی رو باور کرد. حالا تمام خانواده به دنبال پیشنهاد مشقاسم به فکر پیدا کردن شوهری برای قمر بودند تا آبروی چند صد ساله خانواده محفوظ بود. آقا درو چرا تا قبر درست هم شهر ما خیلی حرصت قمر خانم میخوره، اما از ناموس پرستی تمام ولایت ایران یک طرف، ناموس پرستی مملکت قیاس آباد هم یک طرف. ما خودمان یک همشهری داشتیم. همشهریت بزنه با اون کمرت، با سوی همشهری داشتی؟ بذار حرفش بزنه، من نمیخوای از این گندی که بالا آوردی خلاص بشی. بگو اشخاصه کش. بله آقا، ما یک همشهری داشتیم که دو تا پسر زن داده بود. تازه یک روز شنید زنش پیش از عروسیشون تو حرم چادر از سرش افتاده بود پایین، زنشو طلاق داد. تازه همه قیاس آبادی ها سرکوفته شدن که چرا سر زنشو نبوریده. از آن روز به بعد اسمش به بیناموسی در رفت. سه روز بعدم از غصه بیناموسی دق کرد و مرد. اینو گفتم که یک وقت خیال نکنین میتانین قمر خانومو به ریشی همشهری ما ببندین. حالا لازم نکرده حاملگی قمر رو براش بگین، چه لزومی داره؟ میخوایم بگین قیاس آبادی ها اینقدر خرن؟ آمنت مشقاسم، اگه کسی چیزی نگه این همشهری شما از کجا میفهمه؟ آخه والا آقا دروغ چرا تا قبر جسارت نباشه، ما مال تهران رو نمیدانیم، اما توی قیاس آباد زن آباد دخترها یک توفیلاتی دارن. مرسی مشقاسم از این اطلاعاتی که دادی، متشکرم. اگه اشتباه نکنم منظورت اینه که زنای قیاس آباد سان فرانسیسکو رفته هستن، دختراشون سان فرانسیسکو نرفته؟ باریکلا منظور منم همین بود. آقای آسپیرا ممکن ده اول نفهمه، ولی چون قیاس آبادیه یکمن شب عروسی میفهمه. اما با این ناموس پرستی که قیاس آبادی ها دارن خیال نمی کنم آقای آسپیران بره بالای پشت و بود داد بزنه. فکر می کنم اگرم بفهمه حد دستا طلاقش میده. بله مگه شما هم همینو نمی خواهید؟ یه نفر بیاد قمر رو عقد کنه، چند روز بعدم بیچاره طلاقش بده.
این دور از شرافت بیوجدانی موضوع بچه را با صراحت همون اول باید بهش گفت. باید یک سرشو بگیرید، یا داماد یا وجدان. رأی بگیریم. من به داماد رأی میدم و شما آقای دوستعلی وجدان و دوله به وجدان رأی بدید. من در دفاع از عقیده خودم میگم که هیچ کار خلاف وجدانی انجام نمیگیره. آسپیران قیاس آبادی چند روزی مفت میخوره و میخوابه، داماد خانم از سلطنه میشه، خرجی هم که نمیکنه هیچ، یه سان فرانسیسکوی مجانی هم میره، مرد میخواد بره قیاس آباد. ایشالله که خدا از این چیزا نصیب من و شما بکنه. نطفه تو با عرق و شراب بسته شده. مومن، تو که نطفت با آب تربت و گلاب بسته شده بدت میاد خرج تو بدن، منت تو بکشن، شامونهار مجانی بهت بدن، با یه همسفر توپل مپل جوون چند روزی بفرسن سان فرانسیسکو. آره اگه آخه بگو آخه. این مزخرفات چیه میگی؟ مردشو ریخته هر دو تاتونو ببره. حالا دیگه کار دختر من به جایی رسی که باید منت اون قیاس آبادی رو بکشی. مگه دختر من زیر باته به عمل اومده؟ عصبانی نشید خانم، حالا اصلا گیریم قمر خانم از شکر مادرش در آمده، شاید آسپیران نخواد زن ببره. تازه اونم بخواد، شاید خود قمر نخواد. غلط کرده. پس عزیز خانم بریم با قمر صحبت کنی تا اگه رضایت داد مشقاسم رو بفرستم سراغ آسپیران تا خیلی دیر نشده. آخه این دختر مادر مرده من که چیزی حالش نیست، هر وقت چیزی ازش میپرسم همینطور پرت و پلا جواب میده. اجازه بدین من برم باش صحبت کنم. تو هم چیزی دستگیرت نمیشه. الهی خدا منو مرگ بده، از وقتی این بلا به سرش اومده پاک عقلشو از دست داده. من میام راضیش میکنم. دوتا خانوم خوشگه. چی داری میبافی قمر جون؟ قمر داره واسه بچهش بلوز میبافه. مومن چطور شد؟ نفهمیدم. برای بچهش؟ قمر دیشب خواب بچهش رو دیده، میگه یه بلوز قرمز تنش بوده. مگه نه قمر؟ آره یه بلوز قرمز تنش بود. خب حالا که بچه دوست داری باید شوهر کنی. آخه نمیشه که بچه پدر نداشته باشه. نه نمیخوام، من بچه دوست دارم، شوهر نمیخوام. میگه بچهش از این رنگ بلوز خوشش میاد. آره دوست داره. گوش کن قمر جون، از قضا برات یه شوهر خوبم پیدا شده. بچه میخواد که واسهش بلوز قرمز ببافی. خوبه بابا جون، یه بلوز قشنگم برای شوهرت بباف. بچه باید بابا داشته باشه، تو اگه شوهر نداشته باشی بچه غصه میخوره. همه بچه ها دوست دارن بابا داشته باشن. خیلی خوب، پس شما برام کانوا میخرین یه بلوزم برام باباش ببافم؟ معلومه که میخرم. چه رنگی باشه؟ اونم قرمز باشه. خب پس دیگه با جشن عروسی رو را بندازیم. لیلی جون تو فکر کنی لباس عروسی قمر خوب چه رنگ باشه؟ یه لباس سفید بلند با یه طور قشنگ با بارناره. خیلی خوب میشه. بابا جونم بگو. حالا کجاست؟ کی جونم؟ شوهرم. دلم میخواد موهای پرپشت مشکی داشته باشه که بچه‌م موهاش مثل اون مشکی و بلند و قشنگ بشه. والا خب لیلی تو کمک کن از قمر بلوزشو تموم کنه تا من برم جشن عروسی رو بندازم. تفلک چه دختر خوبی. جور در نمیاد، این کار پنداری نمیخواد جور شه. چطور مگه؟ واسه این که ما به گوش خودمان شنیدیم که قمر خانم میگفتن دلشان میخواد زلف مردشان پرپوش باشه، مشکی باشه. به شما نگفتن؟ چرا به منم گفت؟ مگه زلف آسپیران چه رنگیه؟ والا آقا دروغ. چرا تا قبل
آن روزی که ما این همشهریمان رو دیدیم کلاشو تا اینجا کشیده بود پایین، اما یک دفعه که کلاشو برداشته بود ما ناغافلی سرش رو دیدیم. وا ویلا، حالا بگو موهاش سیاه بود یا نه؟ والا آقا دروغ چرا پنداری؟ همه رنگی داشت، چند تارشان سفید بودن، چند تارشان حنایی بودن، بقیهش هم سیاه بودن. کلاشو که برداشت مغز سرش از شمال تا جنوب، از مشرق تا مغرب کچل بود. وای خدا مرگم بده، بچه‌م دق میکنه یه همچین کله‌ای رو تو بغل خودش ببینه، از ترس قش میکنه. خب خانم آسپیران قیاس آبادی رودو والنتینو که نیست، یه کلاگیس براش میخریم کلش معلومش. این را دیگه پنداری زیر بارش نره، قیاس آبادی ها خیلی ناموس پرستن. چی میگی؟ مامن قیاس آبادی ها مگه ناموس رو مغز سرشونه؟ والا آقا دروغ چرا تا... تا... مامن تا قبره زلف و کاکولش با من، تو کی میتونی همشهری تو پیدا کنه باش حرف بزنی؟ ها؟ بگو کی؟ هر وقت شما بفرمایید. من میترسم این مشخاصه مرتکر فراریش بده. باید یه راهی پیدا کرد. میگم چطوره به رئیس تامینات تلفن بکنیم، بگیم یه بهانه‌ای بتراشه که آسپیران به عنوان مأمور بفرسته اینجا. چطوره ها؟ شما مگه دیوانه شدین؟ میفهمین دارین چی کار میکنین؟ تلفن کنین به رئیس اداره تامینات که آقای قیاس آبادی رو پیدا کنه بفرسته اینجا با نوه عموی آقا عروسی بکنه. واقعا که فکر کردتون خوب کار میکنه. اصدالله صبح تا حالا چند تا بطری عرق خوردی؟ من آقا من مست نیستم، براخره آسپیران باید بیاد اینجا، تلفنی که نمیشه ازش خواسته کاری کرد. عزیز خانم پیشنهاد خوبی کردم، بهش تلفن بزنین بیاد اینجا، یه چیزی مثلا یه ساعت گم شده. شما نمیخواید رسما شکایت کنین، فقط میخواین یه ماموری بیاد اینجا بی سر صدا از کلفت نوکرتون تحقیق بکنه، بعدش هم بگین اگه ممکنه آسپیرانو بفرسته. اینجور کارا دوستانه زودتر را میفته. وقتی آسپیران اومد اینجا بگین ساعت پیدا شده، بعد ریشو بچسبین و زنش بدین. بود عزیز خانم وقتو تلفن نکن، بود تلفن بزن. فکر خوبیه، خدا کنه رئیس تامینات باشه. بله، فرض کنیم که رئیس تامینات قبول کنه، اومدیم و یه نفر دیگر رو فرستاد. خب چه بهتر، خیال نمیکنم تو تمام اداره تامینات بیریختر از آسپیران ماموری باشه. حالا کجا داری میری اسدالله؟ آقا زود بر میگردم، بالاخره غیر از زن شوهر دادن کار دیگم دارم. هر کس رو فرستادن نگرش دارین تا من برگردم قمر رو ببندم به ریشش. از این برو. سلام اما تو هنوز اینجایی؟ خب چه خبره؟ قوم و خیشا قراره جمع بشن شب برن ایستگاه راهن، پوری امشب از اهواز میاد. تو هم دست رو دست بذار و تماشا کن پسر، مشکلی تو دنیا نیست که با یه سان فرانسیسکو رفتن حل نشه. ببین چجوری قمره میخوام ببندم به ریشه آسپیران قیاس آبادی. آخه من گم شو بیارزه حالمو به هم میزنی. درست شد، چه مرد ماهی این رئیس تامینات، قبول کردن، گفتن همین الان خود آسپیران برای تحقیقات میفرستن. به قمر بسپرین یه وقت حرفی از دهنش نپره ها. نه آقا ولی عزیز خانم میخواستیم عرض بکنیم یه همشهری ما آمد، شما کاریش نداشته باشین، ما خودمان راضیش میکنیم، زلف و کاکلش هم یک جوری بهش میفهمانیم. قیاس آبادی زبان قیاس آبادی رو میفهمه، شما به زلف و کاکلش کاری نداشته باشی، آنش پای من، اگه اسم کلاگیس بشنوه محال زیر بار بروا. از ما گفتن مرده شور، حالا دیگه باید ناز این کچل بو گندورم بکشی. لای خیر نبینی دوست علی که منو به روز سیاه شد. وای چه بلوز چقدر نخ داری؟ مش خاسم، حالا چرا آسپیران راضی نمیشه کلاگیس سرش بذاره؟ حق دارن بابام جان، قیاس آبادی ها که از ناموس رو دست ندارن هیچی، همین اهل تهران هم که صد جور قرفر دارن، از صد هزار تا یکی حاضر نمیشه مثل زن کلاگیس سرش بذاره. مش خاسم حالا خودمونیم، آخه کلاگیس چه ربطی داره به ناموس؟ ماشاءالله شما مدرسه میری، چه حرفیه بابام جان؟ بی ناموسی بدتر از این هست که مرد مثل زن کلاگیس سرش بذاره؟
این که براتون میگیم ما یک دفعه خودمان به چشم خودمان دیدیم. یک سال یک دسته آمده بود قیاس‌آباد برای تعزیه. یکی از زنهای حرم امام قربانشان برم قرار بود چادر از سر به نازه گیس خودشو بکنه. همه گفتن باز یک مردی پیدا کنیم که کلاگیس بذاره سرش. 20 شبانه روز تمام 100 نفر تو مملکت قیاس‌آباد گشتن، یک نفر حاضر به این بی‌ناموسی نشد. قاسم اون آفتابه رو آب کن بذار دم موال. چشم. بفرمایین آقا. حالا خیال میکنی آسپیران رضایت میده؟ والا بابام جان دروغ چرا؟ تا قبل این قیاس‌آبادی حالا چند ساله که تو ولایت تهران ماندگار شده، حالا خلقش عوض شده باشه از این بی‌ناموسی ها بکنه ما خبر نداری. پنداری همین همشهری ما باشه، قیاس‌آبادی میدانه قیاس‌آبادی چجور در میزنه. آمدیم بابام جان آمدیم. سلام آقای نایب. چی بود؟ چی؟ والا آقا دروغ؟ چرا دروغ؟ جواب بده زود تون سری فوری. ما دروغ عرض نکردیم، مثلا دروغ چرا تا قبل؟ قربان اسم ایشون مشقاشمه. متهم شماره دو بر جنایت قبلی مشقاسم. ایست سرجت بیست. ایست برو اگه آقای مفتش تو رو ببینن کارا خراب. سکت تو چه کاری؟ بذار خودش حرف بزنه. نه ترس بابام جان این نایب خان خلقشان اینجوریه. سکت ایست. آقای نایب تیمور خان شما؟ بله خود من؟ خیال نمی کردم شما رو زحمت بدن. حضرت آقا خب بفرمایی چی شده؟ چی گم شده؟ چیز ساعت مرحوم آقا گم شده. ساکت؟ وقت تل است. فرمودین چی گم شده؟ ساعت مرحوم آقا به پدر خانم عزیز سلطنه. تلا؟ بله تلا. تو نهار خوردی؟ بله الان 400 از نهار گذشته. 400 گذشته؟ از کجا فهمیدی 400 از نهار گذشته ها؟ ساعت نگاه کردی؟ ساعت مرحوم آقا؟ جواب بده زود تند سریع. پنداری شما میخواییم بفرم از سخت الله ببینی چی به ما میگه. مت میزنی این نوکرا و مستخدما هر کدوم 20-30 سال تو خونه ما هستن. اصلا کی شما رو فرستاد اینجا؟ قرار بود آقای آسپیران قیاس‌آبادی بیاد، چرا شما اومدی؟ چی؟ نفهمیدم. برو آقا مزاحم نشو. تو این به مأمور دولت این انجام وظیفه؟ بیا حرکت. بیرون. ناراحت نشید آقای نایب، قصد من توهین نبود. خانم عزیز سلطنه ساعت پدرشونو گم کردن، ناراحتن. ساعت مردانه چیزی نیست که تو کیف خانم عزیز سلطنه باشه که گم بشه. ساعتو دزدیدن. سرقت، دزدی، جنایت. از کجا اینقدر مطمئنین؟ کی به شما گفته؟ شمه نایب تیمور خان مبتکر سیستم بین‌المللی غافلگیری. نیا آقای مفتش اینجا هست. نیا آقای مفتش هستم. برو که چی شده؟ برو بیا تو. با چشم. برین از اینجا زشته. آقا کی باشه؟ نوکر داداش سر. سکت. تو بگو. نوکر اخوی آقا هست. سکت. چشم.
جناب آقا، بنده آمدم خبر بدم که آقای سرهنگ گفتن اگه تشریف میارین ایستگاه راهن پیشواز آقا پوری غروب درشگاه. سکیت! بله؟ اسپیرانگی اسابدی. بله قربان. اقرار. اقرار. اقرار کن. اقرار کن. زود. تون. فوری. سریع. جواب. اگه اقرار کنی در مجازات تخفیف داده میشه. اگه اقرار نکنی خودم تنابه داره میندازم به جهنم. اقرار کن. ساعتو کجا گذاشتی؟ با مرتضی علی من ندزدیدم، پیداش کردم. راستش میگم با والله ندزدیدم، پیداش کردم. سیستم غافلگیری بینون مللی نایب تیمورخان در دنیا نظیر نداره. اسپیران قیاس ابدی. بله قربان. مجسمه بلاحت چسبند. تو رو خدا منو حبس نکنید، با مرتضی علی من ندازیدم، قسم میخورم پایدش کردم. از کجا پیداش کردی؟ زود. تون. سریع. فوری. تو کوچه افتاده بود، منم پایدش کردم. کجا؟ تو کوچه با خدا. هی بابا هی. چی؟ چی گفتی؟ هی بابا هی، این ساعت سردار هندی است که پنداری تو کوچه عجیبش افتاده بود، تهمت زده بود به واکسیه. حکمان همون وقت با واکسیه دست به یخی شده عجیبش افتاده. هندی واکسی؟ ببینم موضوع چیه. شما که ماشاءالله نمیذاری ما حرف ما رو بزنیم. بزن زود. تون. سری. پنداری ما یادم رفت. شما چی پرسیدی؟ گفتی هندی دعوا واکسی موضوع چیه. هندی دعوا واکسی بابام هی ما گیج شدیم، یادم رفت. نه ترس قاسم، راستش آقای نایب این قاسم. ساکت. حالا بگو. این همسایه ما سردار مهارت خان هندی دیروز با واکسی محل دعوا شده، رفته کمیسری شکایت کرده که واکسی ساعتش از جیبش زده. نگو ساعتش تو دعوا از جیبش افتاده. این نوکر برادر منم پیداش کرده. قاسم بیا این ساعتو ببر بده به رئیس کمیسری، باید که این بدبخت رو زودتر آزادش کنن. که این ساعت بدبخت رو ببرم بدن کمیسری و اون مسروقه رو آزاد کنن. که این دستور رو داده؟ شما؟ یا شما؟ بله. شما؟ مومنت مومنت آقای مفتح. ببینم شما همون قاتل شوهر مقتول خانم عزیز سلطنه نیستیم؟ چرا؟ من همون قاتل شوهر مقتول خانم عزیز سلطنه هستم. امروز میخوام از ماموری که جنایت منو کشف کرد انتقام بگیرم. قتل مفتش تامینات به دست یک قاتل دیو سیرت. آی روزنامه. اسپیرانگی اسابدی. بله قربان. دست به میداری ردش کنیم بره. اشتولدو حالا وقت شوخی نیست، بذار این آقا کارش انجام بده، زودتر شرش بکنه و بره. چی؟ من برم؟ به همین آسونی؟ پس تکلیف ساعت مسروقه خانم عزیز سلطنه چی میشه؟ اصلا نمیخوام شما ساعت آقا رو پیدا کنید. بده من خواهش میکنم شمس علی، خواهش میکنم زودتر این ساعت میبری میدی به رئیس کمیسری، بلکه اون بدبخت رو زودتر آزادش کنن. ایست و زهر مار، صبر کن تا من تکلیفم رو با تو روشن کنم. نفهمیدم چشمم روشن؟ توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه و حالا قصد ایراد ضرب و جر. تلفن ببینم تلفن به کجاست. میخوام دو کلمه با رئیس صحبت کنم. که به شما عرضی نکردم، اگه شما واقعا شکایتی نداشته باشید خب ما از حضورتون مرخص میشیم. چیزی نیست. اسپیرانگی اسابدی. بله قربان. مجسمه بلاحت حرکت. چیزی رو حرکت صحبت کنین آقا؟ باید موضوع ساعت روشن بشه، بالاخره یه نفر باید در این مورد تحقیق کنه. عزیز من تنابه دار و دلم میخواد خودم به گردنت بندازم. آقای نایب تیمور خان بفرمایید، آقای رئیس میخوان تلفنی با شما صحبت کنن. آره در اومد. حالتان خوبه همشهری؟ سلامتی انشالله. دیگه به ما سر نزدین، مگه تو این ولایت تهران همه چند تا قیاس آبادی هست؟ یاش میگیم والله. اسپیرانگی قیاس آبادی. بله قربان. تا همینجا میمونی و تحقیقات رو برای پیدا کردن ساعت خانم ادامه میدی؟ بله قربان. سکت.
فعلا آقای رئیس منو احضار کردن، متهم آزادی. نه بابا. تو چرا ساکتی؟ عجب آدمی بیرفتی این نایبا. ساکت؟ تحقیقات شروع میکنیم. مومنت آقای آسپیران، حالا عجله نفرمایین، اول یه چایی میل کنین، سر فرصت میگردیم پیداش میکنیم. من مطمئنم خانم ساعتی یه جایی گذشته یادش نیست. بله راست میگه، تصادفاً کسی اونو دزدیده باشه باهوش و فهم فوق العاده شما فوراً پیدا میشه. اصلا قیافه آقا نشون میده که چه آدم با کمالاتی. یار دارین همشری. والله آقا شرط من که تو تمام مسائل جنایی هوش آسپیران باعث کشف واقعیت میشه، منتها همیشه به اسم اون نایب تیمورخان الدنگ تمام میشه. شما از نظر فهم و هوش یه سر و گردن نایب بالاتری. نظر لطفی میگم ها، البته خب فرق میکنه آدمی که پارتی داره با آدمی که پارتی نداره. شما اگه واقعا بخواین ما 100 تا دوست آشنای وکیل وزیر داریم. قربون محبت شما، خجالت. با این هوش و فهم و کمالی که شما دارین حیف ترقی نکنید. من خیال میکردم شما از وقت حالا رئیس اداره شدید. نشدید. خب زن و بچه شما که گناهی ندارن چوب مناعت تب شما رو بخورن. بله آقای آسپیران، بنده متأهل نیستم، یعنی بودم، مدتی جدا شدیم. یه بنده زاده دارم که البته پیش مادرشه، ولی خرجشو بنده میده. اشخاصه من قرار نبود از آقای آسپیران پذیرایی بکنی. بفرما همشهری، بفرما بریم زیر زمین خونه هم چایی بخوریم. تکلیف شاعت خانوم چی میشه؟ نه نه فرصت زیاده، حالا بفرما بریم زیر زمین یه چایی بخوریم، گلو تا تازه بشه. بفرمایید مثل این که داره به یه جایی میرسه. جون منه که داره به لبم میرسه. برو به داداش بگو من حالم خوش نیست، نمیتونم بیام ایستگاه راه آهن. از روز 13 مرداد که من عاشق لیلی شده بودم، دایی جان روز به روز شکسته تر شده بود. او هم از داخل و هم از بیرون خونه هدف ضربه های پی در پی و نامرئی آقا جان بود. تمام خانواده بی توجه به وضعیت روحی او به فکر پیدا کردن یک شوهر چند روزه برای قمر بودن تا روی خطای آقای دوست‌علی خان سرپوش بذارن. گرفتاری ها تمومی نداشت و هر روز و هر ساعت مانع تازه‌ای سر راه عشق من و لیلی به وجود می‌آمد. به به، چشم ما روشن. هوشنگ خان اگه بدونید ما چقدر ناراحت بودیم، خدا رو شکر که رفع سوء تفاهم شد. خدا شما رو از بزرگی کم نکنه. ما اومدیم اینجا کاسبی، این هندی بی پدر مادر به ما تهمت دزدی زد. بیدینیمون یک شب ما رو تو زندون. ناراحت نباشی، خدا خودش سزای کارای اینجور آدم ها رو میده. من خودم حسابش میرسم آقا، بذارید موقعش برسه، میدونم چه بلایی سرش بیارم. همینجور که نشستم کف که مردم واکس میزنم، چشمم به در خونشه. منو اینجوری نبینید آقای شمسلی، بذارید سرسا بخوابه، میدونم چه جوری جوابش بدم. اگه گذاشتم قصر در بره، اگه گذاشتم، ولی حالا زوده، باید موقعش برسه. موقعش برسه. موقعش برسه. هوشنگ خان شما اعتنا به اینا نکنین، شما مأموریت دیگه ای دارین، کار خودتون انجام بدین. اگه ما پس یه هندی برنایم، کلامون پس معرکه است. اون ناکسای دیگه درسته قورتمون میدن. بله اون ناکسای دیگه اونا مهمند. بله اونا مهمند. سعید جون بگو قاسم یه لیوان شربت بیاره برای هوشنگ خان. دایی جون مش قاسم تو زیر زمینه. جان مادر تو شوخی نمی کنی، بگو تو بمیری. تو بمیری؟ ما تو جنگ لرستان گلوله خوردیم. شیش هفت مام تو مریض خونه بودیم. واشه همین بود که زنمون طلاق گرفت دیگه. یعنی پاک رفتی؟
انگار نه انگار اینقدر هم نمانده هیچ خانه از پای بس ویرانه آخه بابام جان یه دوا درمانی یه چیزی چه دوا درمونی آخه باید یه چیزی باشه که ما دوا درمونش کنیم یا نه هی بابام هی شانس ما این گلوله بیناموز چه جایی باید بخوری بر شانس بد نه ما رو باش که چه نقل و حکایت ها از مردانگی قیاس آبادی ها و سین تهرانی ها میگفتی ها همشری شما اینجا باش یه بس بزن چاییتم بخور ما یه سری به مطبخ بزنیم در دروسی نکنیم بخوریم آبا جا بخور صفا کنیم بخور دیگه تش میخورم مشخصه بالاخره چی شد مومن بابام جان چی شد قاسم؟ صحبت کردی؟ بله آقا ما کلی با این همشهریمان از این در آن در حرف زدیم نتیجه؟ بله آقا دروغ چرا؟ تا غرب زود باش بگوده راستش تا حالا جرأت نکردیم نقل حاملگی قمل خانومو به همشهریمان بگیم همینطوری رضایت داده اما زبانبستی یک عیب و ایرادی داره چه عیب و ایرادی داره؟ دور از جناب خانه از پای بس ویران است یعنی چه؟ چی میگه این؟ چی میخواد بگه؟ اگه دروغ نگم به یه مشکل سان فرانسیسکویی برخورد کرده اصلا یعنی تو میخوای تا دم گور همینجور مزخرف بگی؟ مومنت فعلا که قهرمان تیر خورده به گور نزدیکتره تا من سگ و گربه باز پریدن به هم بابا بذاریم ببینم چی میگه؟ دور از جان شما جسارت نباشین یه همشهری پنداری همشهری ما نیست یعنی چه؟ چطور همشهری تو نیست؟ اسمش قیاس آبادیه ولی مال قیاس آباد و قم نیست چی میگی تو؟ تو جنگ لرستان گلوله خورده به چجوری بگی؟ مگه همشهریای تو نظر کردن؟ مگه به قیاس آبادی‌ها گلوله نمیخوره؟ گلوله فقط به ما میخوره. به شما میخوره. ولی نه به آنجایی که به این زبان بسته خورده. به کجاش خورده؟ والا به دل و گلاب روتان به دل نی زبان بسته اصلا دل روده نداره. مشخصه مگه میشه آدم دل روده نداشته باشه؟ نداره. نگفتیم این همشهری ما نیست. آخه بگو چی سر دل رودش اومده؟ عزیز خانم شما که به اخلاق مشقاسم واردی طفلکی خیلی خجالتیه منظورش از دل و روده دل و روده نیست چرا بله. حرفشو نمیفهمین خب پس منظورش چیه والا منظورش همون برج معروف سان فرانسیسکو برج سان فرانسیسکو وا چه بد دهنی تو استالله تعجبی نداره وقتی شرم و حیا تو چشم آدم نباشه دیگه از این بهتره مومنت شما که مجسمه شرمایی هستین خواهش میکنم بفرمایین از اون عضوی که ذکر جمیلش رفت به چه لفظی اسم میبرین؟ آدم اسم نمیبرین یا باید اسم رسمیشو گفت یا باید با علم اشاره فهمون دیگه به جای اسم اصلیش دماغ و چشم رو که نمیشه گفت تو چقدر خاری؟ شما هم کوتاه بیاین دیگه اصلا بودن یا نبودن اون زهرماری چه اهمیت داره مگه میخواین بذارین تا آخر عمر به پای هم پیشن آروم سیا خدا نصیب نکنه اینجوری بدیش اینه نمیشه بچه را گردنش گذاشت تو چرا اینقدر آب و تابش میدی؟ بهش بگو همش 10-15 روزه بعدش باید طلاقش بده ها حالیش بکن یه پولی میگیره بعدم میره به کارش تو انگار طلبکاری از مردم آبرو دارن به خودت نگاه کردی انگار مردم نوکر باباشن ماش قاسم باید رک و راست حقیقتو بهش بگی آسپیران هم وقتی بفهمه که میخوایم بهش زن بدیم خودش متوجه میشه که دل روده اصلا مسئله ای نیست وقتی دوندگی نداشته باشه چه پا داشته باشه چه چلاق باشه بله والا راستش ما رو ما نمیشه بهش همچی حرفی بزن شما هم که میگی ما بریم بهش خبر بدیم نمیدانین قیاس آبادی ها چقدر ناموس پرستن میترسیم قیامت را بندازیم یواش یواش حالیش کن مشقاسه از غذا بهتره یک دفعه حالیش بکنیم بهتره دو نفر با ما بیان دست پاشو بگیرن ممکنه خون را بندازه با من که نمیتونم بیام و الا همراد میومدم من بیام نه خانم ما خجالت میکشیم جلوی شما حرف ناموسی بزنیم پس میمونیم من و تو و آقا استالله خجالت هم خوب چیزیه مشخصم بیا من و تو با هم بریم نه شما تنهایی زورتان نمیرسه آقا من و تو سعید میریم بیا برم استالله
بالا غیرتن یه وقت نگی قمر ثروت شخصی داره ها، توقعش میره بالا. نه ترس مفخر دوله، نه ترس. ارث بابای مرحوم قمر لقمه دهن تو. بخواب قهرمان، بخواب که حالت خراب. بیا سید، بیا. کجا؟ تو که همه چیز شنفتی، به ما میزنی، بیا. شما دوتا گوشتان به من و الا خون را میفته. وقتی ما سلفه کردیم شما بفهمیم میخواییم اصل کاری را بهش بگیم. صف کتفاش را نگه داریم. پا همش را نگفتیم ولش نکنیم. ولی ما این که زوری نداره. شما بچه ای بابام جان، خون را انداختن به جسه نیست. این قیاس آبادیه. ما یک همشهری. خیلی خب بقیه شو باید تعریف کنم. بریم. ببخشید آقا. سلام جانم. بساط فقرا. بفرمایید آقا یاسمیران، چرا تعارف میکنی؟ ما با هم این حرفا رو نداریم. بفرمایید اینجا سید جان، بفرمایید. خب آقا یاسمیران، حالتون که خوبه ان شاء الله. به لطف شما بد نیست. خانم والده چطورن؟ داغون قربان. راستی از اداره چه خبر؟ مثل اینکه سرتون خیلی شلوغه. بله قربان، همینطور مأموریت پشت مأموریت که بندر میکنه. بله اونم چه مأموریت های مشکلی. میبخشید قربان. مشغول با جناب یاسفیران. به به چه بویی داره. بله شناتوریه. بدم خدمتون. نه ممنون. شما علش نیشین؟ گاهی تفریحی. ممنون، شما راحت باشین. بنده خیلی خوشبختم که خدمت یکی از مأمورین برجسته اداره تأمینات هستم. راستی مبارکه آقای یاسفیران، قمر خانم ما شما رو دیده و پسندیده. پدر مادرش هم راضی هستن. شما هم که ماشاءالله هنوز جوونی، نباید بی سر و سامون بمونین. ما کوچیک شما هستیم، اما یه چیزی بود که به مشقاسم گفتیم. یعنی یه رازی بود که به مشقاسم گفتیم. مومنت آقای اسپیران، اون که موضوع مهمی نیست. تو جنگ هزار جور بلا سر آدم میاد. از این گرفتاری ها خیلی ها داشتن و معالجه شدن با این وسایل امروزه، با این پیشرفت کلمتر کرده. ما معالجه بشو نیستی. بله بله، پنداری چیزی ازشو نمانده. بعد شانسیه دیگه. اگه اینجوری قبول دارین ما حرفی نداریم، اما فردا مادرش، قوم خیشا، خود خانوم نگن تا به ما نگفته بودی. پدر مادرش باید قبول کنن، چاره ای ندارن. این قمر شما رو میخواد. دختر راضی، پدر مادر راضی، حالا شما داری راز میکنی. اما ما میخوام یه چیزی شهر در بیاریم. لا لا لا. چیه هم شهری؟ یعنی میگی ما شهر در نیاریم؟ از چی؟ ما میخوام بدونیم چرا میخوان دختر بدن به ما. تو مملکت تهران اجما مقبول تر آدم پیدا نمیشه؟ نش قاز نش قاز عروس خانم حامل است. پشمیوه کرموه و الا نصیب ما نمیشد. به به زنده باد، خوب فهمیدی. ما از همون اولش چیزای دستگیرمون شده. بیرات تن لش. بارکالله آقای اسپیران، آفرین به این هوش و ذکاوت، خوب فهمیدین. این دختر بیچاره گویا یه دفعه همون مردونه رفته اه. از بچانسی توی بله. همون حامله شده. بله همون مردونه خیلی بچه. بله خوبه که خودتون واردی. باک به سر بیغیرتت کنه همشهری. بله هیچی، پنداری اینجوری شده. بیغیرت. چی گفتی همشهری؟ منظور من اینجوری حامله شده. بله مهم نیست. حالا ما باید این خانوم رو عقد کنیم، بعد چند وقت طلاقش بدیم؟ بله شاید 10-15 روز بعدش. 10-15 روز که شدنی نیست. چرا؟ همه مردم میفهمن ما آبرو داریم،
دست کم سه ماه تا بعد یه بهانه براش بتراشیم. خب باشه، چه فرقی میکنه؟ قرار اینه که این وصلت به مبارکی به میمنت سر بگیره. آقای آسپیران که بله رو گفتن، قمر خانم هم که عاشق بیقراره ایشونه، پس فعلا اشکالی نیست، سه ماه بعدم طلاق میدن. بله. اما آقا باید خدمتتون عرض کنم که چجوری بگم والا؟ نه بگو. جنگ دیگه، دو ماه حقوقا عقب افتاده، حالا تا کی خدا میدونه. اگه پول پله تو دشت بالم بود به شما نمیگفتم. بله گرانی هم 2000 تومن خرج مخارج داره، برو بیا، مخارج شوخی بردار نیست. خب بله، شما حرف درستی میزنین، دارین یه کار خیر میکنین دیگه، مخارجشو که نباید بدین، همه مخارج به عهده مادر دختره. چون این وسط اگه عیب و ایرادی هم هست از طرف قمره. شما کارتون که تموم شد به اتفاق مشقاسم تشبیرید بالا، ترتیب مخارج با من باشه. ما کوچیک شمایی ما. زنده باشی آسپیران، یالا باش سید بلنش بریم. به سلامت. مبارک. ما هم آمدیم آقا. چه دندونه گردی هم داره، بی انصاف، 2000 تومن میخواد. والا میارزه عزیز خانم، از این ارزونتر محال پیدا کنین، دوره جنگه، ممکنه قحطی بشه. اقلل میخواستی چونه بزنی؟ چونه چونه بزنم؟ والا خوبه سال کرد. مسخره بازی در نیا. خب همشهری، اگه رفع خماریتان شد بفرما بریم بالا. بفرما دیگه. شما بفرمایی. بیافت چلو. خواهش میکنم. تعارف نکنی. بفرما. ترین. مرده شور برده شرط و شروط هم میکنه. بذار کار این دختره بگذره، نشونش میدم دنیا دست کیه. مرده شورم کله ای کچلشو ببره. خیلی خوب دیگه، بالا غیرتن عزیز خانم دارن میان. بفرمه این جلو. اختیار دارین شما. سلام آقای آسپیران. سلام علیکم، خوش آمدین. ایشون پدر قمر هستن، یه اتفاقی براشون افتاده. بفرمی تو بیارم بشین. بفرمی خواهش میکنم. آقا خدای نکرده پشت بوم افتادن. نه مصلحتیه آقای آسپیران، امیدوارم متوجه شده باشید که با یک خانواده اشرافی محترم وصلت میکنید. بله. نباید سر وضع و رفتارتون طوری باشه که خدای نکرده لطمه به آبروی اونا رو زنه. ما کوچک شماییم، هر جوری شما بفرمایید ما رفتار میکنیم. متشکرم. عزیز خانم، راجب خونه چه فکر کردین؟ وا، مگه من میتونم بچه‌م از خودم جدا کنم؟ آقای قیاس‌آبادی باید بیان منزل ما، اتاق بالا خالیه، واسه شون مرتب میکنم. والا خانوم، ما یه مادر پیری داریم که نمیتونیم تنهاش بذاریم. خب خانوم والدم پیریم. از دلو چرا حرف مزخرف میزنی؟ تو خونه ما چطوری؟ مومن، چاره ای نیست دوستالی عزیز. آقای قیاس‌آبادی که نمیتونه مادر پیر و علیلشون رو تنها بذارن. میتونه قیاس‌آبادی؟ نه آقا. نمیتونه. تو این دنیا ماییم و یه مادر پیر از کار افتاده با یه خواهر بیوه‌جان. جدی؟ بله. خواهرم داریم؟ بله. چیکار میکنه؟ چند سالشه؟ والا آقا 2 سال پیش شوهرش دادیم، پارسال شوهرش رفت زیر ماش، حالا تو کافه آواز میخونه. چی؟ جون؟ تو کافه؟ بله خانم. وا، مگه من میتونم جلوی دهن مردمو بگیرم؟ خب آقای آسپیران خواهرش رو نیاره. آفری، ماشاءالله. عزیز خانم، آقای قیاس‌آبادی زیر بار نمیرن. یک زن جوون بیوه رو که نمیتونن تو این شهر ترون به امید خدا ول کنن. باز شروع. خدا ذلیلت کنه دوست داری، دیگه کیروش میشه تو چشم قامخیشا نگاه کنه. عبدالله، میتونی جلوی این دهن صاحب مردتو بگیری یا نه؟ مومنت، منظورت اینه که آقای آسپیران خار مادرشو تو این شهر درندش ول کنه و مثل دوما سرخونه بیاد پیش شما؟ آخه مگه غیرت آقای آسپیران اجازه میده؟ من کشکه، نمیتونن هرگز. میتونین آقای آسپیران، چه بهتر. اصلا به من چه ربطی داره؟ نه خیر آقا، انگارم ما خوششون نیومده. ما نمیتونیم مطابق فرمایش آقا خواهر و مادرمون رو ول کنیم به امون خدا. ما مرخص میشیم. کجا همشهری بیشینین، حرفان آقا که حساب نیست، شما با خانم حرف بزنین. خب چاره چیه؟ مجبورم قبول کنم. من به خاطر این بچه این مادر مرده هر کاری حاضرم بکنم. عجب بساطیه ها. عزیز، هیچ میفهمی چی داری میگی؟
آسپیران و مادر پیر و خواهر آواز خونش بیان تو خونه ما؟ نه خیر آقا، من با اجازه شما مرخص میشم. همشهری بالا غیرتم. روی تو را که دیگه زمین نمیندازم مشقاسم. بیشین جونم، بیشین آقا، یه قیاس بیشین چه؟ آقا من نمیتونم ببینم از مادر و خواهرم بد بگم. دوست داری اگه صدا تو نبری مجبوریم دوباره تحقیق کنیم ببینیم پدر واقعی بچه کیه. اصلا به من چه؟ اون مادرشه، هر طور که خودتون صلاح میدونی به من چه مربوطه؟ هر غلط خودتون تلفن میخواد بکنی. والا من نمیدونم چه خاکی به سرم کنم، هرچی تو بگی اصلا. میگم قرار بذاریم شب جمعه عقد کنیم، چطور آقای آسپیران؟ والا پیش ما قیاس آبادی ها احترام مادر از نون شب واجب تره. ما باید اول به والده بگیم که یه دختری پشندیدیم اون بیاد خواشگاری. بله بله خوبه، حتما لازمه. نمیشه همین امشب بیان؟ خانم همشیرانم بیارینا، ما از حالا دیگه قوم و خویشیم با هم. چشم آقا، پس تا دیر نشده ما بریم. بله بله، اتفاقا امشب همشیره تو کافه برنامه نداره. به به، چه عالی چه عالی. داری داری جور میشوا. اما آقا اون موضوعی جونه؟ که راجع به جنگ لرستان گفتم باید بین خودمون بمونه. حتماً، حتما این قضیه ما رو تو دنیا هیچ کس نمیدونه. اگه یه وقتی روز روزگاری یه جایی بروز کنه هم آبروی دختر شما میره هم آبروی ما. قربون شما، مرمت شما. خدا حافظ شما. خدا حافظ. بفرما بفرما، آروم نکنی آقای آسپیران. پس خانم والدتون همین امروز عصر با همشیره با هم؟ بله چشم، حتما. یه عرضی داشتم با شما آقا. با بنده؟ جونم بگو. راجع به حاملگی قمر خانم جلو والده حرف نزنین، اگه بفهمه محال رضایت بده. نه این که نمیگم، طوری باشون باهاشون صحبت بگم که خیلی زود رضایت بدن. این کارا رو بذاریم به عهده من. خیلی موضوع کلاگیس هم حل شد. قرار گذاشتیم بریم خیابون لاله‌زار یک کلاگیس خوشگل براش بخرم که تو ذوق قمر نخوره. خوبه، شما هم بریم فکر لباس قمر باشه. ای وای سرم، آخ سرم. باشه فعلا دوست داری پول کلاگیس رو رد کن بیاد؟ پول کلاگیس رو من بدم؟ میخوای نده؟ اون وقت قمر زنه این مدکه کچل نمیشه. ناچار باید دوباره شال کلا کنیم بگردیم دنبال پدر واقعی بچه که بیاد مادر بچه رو اخ کنه. استالله به ارواح پدرم یه دفعه دیگه از این مزخرف ها بگی پدرتو میسوزونم. مومنت مومنت، نفهمیدم چرا به تو برخورد. من گفتم مجبوریم شال کلا کنیم اون پدر بیابروی بی وجدان بی همه چیز بچه رو پیدا کنیم. تو چرا اینطوری خون به صورتت اومد؟ نکنه هرون زده جلب، تو خودت باش سان فرانسیس. ده وایسا ده وایسا بیابروی بی همه. دروغگوی پدر سوخته، به من کلک میزنی؟ این لطه کنه رو میکی به سر کلب به من واقع بزنی؟ این قیمت بیابروی بی همه.
بله آقا جون. این رفتن اومدن ها امروز برای چیه؟ درشکه آوردن برن ایستگاه راهن پیشواز پوری که اینا رو میدونم اونجا خونه اون دایی جان ناپلونت. هیچی آقا جون. هیچی چیه؟ من شنیدم امروز نایب تیمور خان اومده بود اینجا. قضیه چیه؟ همشون گرفتار قضیه حاملگی قمر شده. اون یارو اینجا چیکار میکرد؟ معاون نایب الان با مشقاسم رفت بیرون. راستش میخوان قمر شوهر بدن. شوهر بدن؟ به کی؟ به آسپیران. کی؟ آسپیران قیاس آبادی. قشنگه اصاره اشرافیت مملکت تو بغل آسپیران قیاس آبادی. مبارکی سو باشه. خدافز.